شیما رضا تغی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تغی‌زاده، با در واقع مواضع جدید ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا که در اخبار هم مرور کردیم، تحلیل شما از روند مذاکرات برجامی در اتریش چیه؟ راد به نقطه منبس رسیده. این موضوعی است که ما در هفته های گذشته به اون اشاره می کردیم، بعد از پایان دور ششم مذاکرات، ولی نه اروپایی ها نه آمریکایی ها هنوز هم به این قضیه نمیتونن یا نمیخوان اعتراف بکنن. هفته آینده وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در اروپا جمع میشن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وزیر خارجه تازه اسرائیل هم به این جمع میپیونده و این فرصتی است که با توجه به آخرین تحولاتی که در منطقه صورت گرفته، آخرین تخلفاتی که جمهوری اسلامی از مفاد تعهداتش نسبت به برجام صورت داده، وضعیت موجود رو جمع‌بندی بکنن. ولی به نظر میرسه که با این هماهنگی وضعیت خیلی در اروپا تغییر نکنه، فقط اسرائیل پشتیبانی نسبی بیشتری از این تلاش‌ها خواهد کرد. گلوگاه این مذاکرات در تهران گیر کرده. چقدر این مذاکرات با تغییر دولت در ایران در ارتباطه؟ دوباره این رو حتی پیش از اینکه نتیجه انتخابات روشن بشه در 28 خرداد اعلام کردیم که این مذاکرات در دوره آقای روحانی به نتیجه نمیرسه، در حالی که هنوز هم تلویحاً ابراز امیدواری هایی میشه که این مذاکرات رو از سر بگیرن، در حالی که دولت تازه میخواد تیم تازه داشته باشه، با تیم تازه سیاست های تازه ای از تهران به وین سفر خواهد کرد و این سیاست های تازه احتمالاً خواسته های بیشتری داره نسبت به اون چیزی که دولت روحانی داشت. باید شنید از گروه تازه، تیم تازه وزارت خارجه و امنیتی جمهوری اسلامی که این خواسته ها چه تحولاتی پیدا کرده و با توجه به این تغییرات سیاست آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی در مذاکرات وین تدوین بشه و البته پیش بینی هایی در این مورد صورت میگیره و باید انتظار داشت که این توافقات به نوعی صورت بگیره، ولی نوع توافق، زمان توافق به هیچ وجه روشن نیست. آقای تغی‌زاده، بپردازیم به مواضع دولت جدید اسرائیل. آیا شاهد تغییر رویکردی در قبال ایران خواهیم بود؟ در ارتباط با امنیت خودشون اسرائیلیایش تغییری نکردن، ولی در ارتباط با توافق اتمی و پیوستن آمریکا به این توافق تغییر صورت گرفته. دولت بنت با اینکه تندروتر از آقای نتانیاهوست، دلش میخواد به نوعی همکاری سودمند با دولت بایدن داشته باشه، به این علت پذیرفته که توافق رو به نوعی در کنارش خودش رو قرار بده و تحمل بکنه. دو پرسش اینجا وجود داره، یکی این که تحمل بکنن وضع موجود رو و جمهوری اسلامی گام به گام به سمت هدفش که تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی حرکت بکنه و اون بمب رو به اصطلاح به نوعی تحمل بکنن، شبیه برنامه‌ای که آفریقای جنوبی قبل از دهه 90 داشت، برنامه‌ای که خود اسرائیل قبل از دهه 60 داشت و به یک نیروی نظامی اتمی تبدیل شد، و یا اینکه حرف آمریکایی‌ها رو بپذیرن و از راه مذاکرات شاهد عقبگرد جمهوری اسلامی از برنامه‌های کنونیش باشن. ولی این عقبگرد در تأسیسات، در حالی که دانش فنی دست پیدا کردن به بمب رو جمهوری اسلامی با مماشات آمریکا و به نوعی تحمل اسرائیل حالا پیدا کرده. سپاسگزارم از شما رضا تغی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو.